برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک گزارش مستقل در سازمان ملل حاکی از تایید اتهامات پیشین به حکومت کمونیستی چین علیه مسلمانان سینکیانگ است. گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که اقلیت‌ها در منطقه سینکیانگ چین به کار اجباری در بخش‌های مانند کشاورزی و تولید فراخوانده شدند که می‌تواند بردگی به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود. الیاس کفوری سر اسقف مسیحیان در جنوب لبنان در یک برنامه تلویزیونی در شبکه لبنان با بیان اینکه امام حسین علیه السلام برای اعتلای کلمه حق و تحقق اراده الهی قیام کرد گفت نشانه های خشم و غضب الهی در پی شهادت امام حسین علیه السلام و نیز به صلیب کشیدن حضرت مسیح علیه السلام یکسان بوده. امیدواریم که امام حسین در روز قیامت شفیع ما نزد خدا باشد. محبان اهل بیت لحم السلام در شهر دیترویت واقع در ایالت میشیگان آمریکا همچنان به برپایی مراسم عزاداری برای سید الشهدا امام حسین علیه السلام، خاندان پاکش و یاران مکرمش علیه السلام ادامه می‌دهند. مرکز امام جعفر صادق علیه السلام در شهر دیترویت از اول ماه محرم الحرام به مناسبت بزرگداشت واقعی کربلا مراسم عزاداری حسینی را برگزار می‌کند. محمد تقی انصاریان، مدیر انتشاراتی انصاریان، از چهره‌های برجسته و فرهیخته در ایران درگذشت. این انتشارات بسیاری از کتب مهم شیعه را به زبان‌های مختلف جهان چاپ کرد. محمد تقی انصاریان، پسرعموی شیخ حسین انصاریان، سخنران سرشناس در تهران و برادر بزرگتر مرحوم حاج رضا انصاریان، صاحب صدای ماندگار صلواته خاصه امام رضا علیه السلام بود. پیر غلام امام حسین علیه السلام ملا تقی کربلایی استاد مدیح سرایان عرب زبان از روز پنجشنبه 27 مرداد 1401 دار فانی را وداع گفت. از مهمترین و برجسته‌ترین شاگردان ایشان میتوان به آقایان ملا باسم کربلایی، ملا جلیل کربلایی و ملا علی پاشازاده و بسیاری دیگر از ذاکرین اهل بیت لحم السلام در سبک کربلایی اشاره کرد.